خانم پورانی ناظمی، خیلی ممنون برای فرصت این گفتگو. دولت پزشکیان وعده هایی داد در مورد اینکه زنان و جوانان و اقلیت ها رو در کابینه خودش به کار بگیره. با توجه به اون لیستی که الان در مجلس در دست بررسی هست، واکنش شما چه هست و تصویری که این روزها به لحاظ حقوق بشری ما میگیریم تصویر بغرنجی است از لغو احکام مثلا توماج و شروین و از اون طرف برخوردهای مرگباری که مثلا با آرزو بدری و زنان انجام میشه؟ من اول اجازه میخوام یه موردی رو خدمتتون بگم. خیلی خوشحالم که وعده های پوچی که آقای پزشکیان داد خیلی زودتر از اون چیزی که ما فکر میکردیم مشخص شد. اما در مورد مخصوصا وعده هایی که در مورد زنان، در مورد بهتر کردن و بهبود شرایط زندانیان داده بود، من میخوام یک مورد رو اینجا بگم. این بزرگترین خطا و اشتباهی هست که هر کدوم از ما بعد از این 47-8 سال مرتکب بشیم، این که فکر کنیم که رئیس جمهور هر کس که میخواد باشه اصلا تمایلی یا همتی برای تغییر و ایستادگی مخصوصا در مقابل قدرت‌هایی، در مقابل آیت الله‌ها، در مقابل نمیدونم نهادهای حکومتی، نهادهای امنیتی و اصل نظام داشته باشه. اصلا رئیس جمهور خودش نتیجه شور و مشورت و گزینش همین فقها مراجع هست. نظارت استصوابی چه معنی رو میده؟ یعنی این رئیس جمهور اومده که این پایه‌های اینا رو مستحکم‌تر بکنه، نیومده برای چیزی که تغییر بده. در طول سالها ما همه این رو دیدیم و شنیدیم، مخصوصا در یک حکومتی که ما بهش میگیم استبداد مذهبی، از حکومتی که از دین به عنوان یک ابزاری برای سرکوب مردم استفاده میکنه. چطور ما توقع داریم که رئیس جمهور بیاد و بخواد در مقابل اینها ایستادگی بکنه یا تغییری رو ایجاد بکنه؟ اگر این روزها میبینید تغییراتی ایجاد میشه، علاوه این که تهدیدها هم بیشتر شده، احکام غیر انسانی هم بیشتر داره صادر میشه، یک دلیل داره. اگه میبینید حکم کسی مثلا مثل آقای شروین یا آقای توماج صالحی رو میشکنن، اولا من این رو خدمتتون بگم، هر کس که بعد از این چند سال متوجه نشده که نیروهای امنیتی پیچیدگی های خیلی خاصی رو دارن و این نیست که یک قانونی باشه در مورد همه یکسان انجام بشه، شخص تا شخص فرق میکنه، شهر تا شهر، من نمیدونم زمان، همه اینا فرق میکنه، اینا با فریب نیرنگ میان، اینقدر در این مسئله پیچیده عمل میکنن که حد نداره. اون چیزی که باعث شده که حکم اعدام کسی مثل آقای توماج صالحی لغو بشه، تنها چیزی که از بحران‌هایی است که الان جمهوری اسلامی باش مواجه شده. همین 4 سال پیش اگه این حکم داده بود قطعا ایشون رو اعدام میکردن. بیاد دارید که یک شخصی فقط اومد یک سوالی پرسید، گفت آیا امکان دارد لحاظ علمی شخصی در شکم نهنگ زنده بمونه؟ اعدامش کردن. اینها همون حکومت هستن، اینها همون نظرات رو دارن، بر همون اساس احکام و فتواها و نمیدونم فرامین شرعی دارن حکم میدن و کار انجام میدن. اون چیزی که باعث لغو اعدام شد همینی که اینها میخوان یک چهره معتدلتر رو در جهان از خودشون نشون بدن و دست مریضات به مردمی که پشت هم ایستادن، دفاع کردن، به نهادهای حقوق بشری، به سیاستمداران دنیا، به سازمان‌های بین‌المللی، به عفو بین‌الملل که بیانیه دادن، اینها باعث شد که اینها عقب نشینی بکنن، نه اینکه فکر کنید که تغییری در سیستم ایجاد شده. من این رو قبول ندارم. در مورد اینکه به خانم آرزو بدری شلیک شده که چقدر اسفناک هست شنیدن همچین مسائلی، شما ببینید که یک همچین اتفاقی میفته، یک شخصی رو به خاطر که ماشینش توقیف بوده به خاطر حجاب بهش شلیک میکنن و بعد از اون همه به قول معروف اعتراضی که مردم میکنن، مخصوصا کسانی که هنوز باورمند هستن به اینها، به دین اعتقاداتی دارن هنوز به این مسائل، آقای رادان چند روز پیش میاد مصاحبه میکنه و میگه که روی کفن من بنویسید که من کسی بودم که برای حجاب خیلی تلاش کردم. شما فکر میکنید رادان آدم خیلی بیسوادی هست؟ بله هست، ولی اینا یاد گرفتن که چجوری باجگیری های احساسی مذهبی بکنن، میان این مسئله رو ربطش میدن به ماورا و طبیعه، میان ازش یه کاری میسازن که بهش افتخار میکنن، به عنوان که میگن خب این فرمان دین هست، این ثواب هست، وقتی رو کفن من یه همچی چیزی رو بنویسین این باعث شفاعت من میشه. همون چیزایی که سالها به مردم گفتند،
و به جای اینکه دنیای ما رو تغییر بدن، ببینید که به بهای یک بهشت خیالی دارن دنیا رو برای ما جهنم میکنن و متاسفانه بعضی ها هم هنوز میان و همون چیزهایی که قبلا باور کردن رو همونها رو میگن. در واقع اینها اگر واقعا به دین، حتی به همون احکام دین معتقد بودن و انجام میدادن، برای چی رباخاری اینقدر تو کشور؟ اصلی ترین نهاد اقتصادی مملکت داره رباخاری میکنه. ربا تنها چیزی هست، تنها موردی هست که در قرآن مستقیم اومده گفته جنگ با خدا و پیغمبر، چه شما ربا بدی، چه ربا بگیری، چه در جریانش باشی. در مورد زنا نمیگه، در مورد کفر نمیگه، در مورد هیچ چیز نمیگه، اما میبینید که ربا خاری میکنن. پس اینها یک ابزاری هست دین در دست اینها و دارن از این مسئله سوء استفاده میکنن. خانم ناظم، سازمان های حقوق بشری در این روزها و هفته های اخیر که تحولات رو دنبال میکنی، تصویر دقیقی از اون چه که در ایران و بر سر ایرانیان میگذره انعکاس میدن؟ ببین، من اول یک توضیح رو خدمتتون بدم، شاید بعضیا ناراحت بشن من این رو میگم، ولی واقعیت اینه که نظر من این هست و معتقدم همینطوری که جمهوری اسلامی البته عامدانه و عالمانه هیچ کس بر اساس شایستگی و تجربه و دانشش در هیچ جایی قرار نگرفته، متاسفانه ما مخالفای جمهوری اسلامی، فعالان حقوق بشر هم بر اساس این شایستگی ها البته اجبارا قرار نگرفتیم. ما مجبور شدیم. خود من اصلا فعال حقوق بشر چه معنی میداده؟ من اصلا کارم این نبوده. ولی یک دست مریضانی باید بگیم به همه کسایی که غیرت به خرج دادن و اومدن این قسمت و کار رو گرفتن که انجام بشه. یه مسئله که این سالها پیش اومده اینه که خب ما آزمون و خطاهامون رو در عرض این 45 سال انجام دادیم. یعنی دیگه یاد گرفتیم که باید چطوری در مقابل این حکومت بیستیم، چجوری صدای کسی باشیم، چجوری کارهای حقوق بشری رو انجام بدیم. اما متاسفانه مثل سیاستمدارا ما هم برنامه منسجم و متمرکزی رو نداریم. یعنی ما هنوز با این همه گروهی که این البته جای خوشبختی هست ها، که تعداد کسانی که به مسائل حقوق بشر تا این حد توجه میکنن زیاد شدن، منکر این هم نمیتونیم بشیم که سازمان ها افراد موازی رو هم حکومت ساخته و گذاشته، بعضا خیلی هم بدون اینکه بدونن در زمین اونها بازی میکنن. اما این مسئله باید سیستماتیک بشه، یعنی ما باید متمرکز بشیم، باید راستی آزمایی بشه در مورد خیلی مسائل، باید اعتبار سنجی بشه. شما همین پریروز دیدین که چجوری دو نفر از شاهدان دادگاه آبان رو بعد از 5-6 سال اومدن داشتن دیپورتشون میکردن. خب این خیلی دردناکه. چندین نهاد موازی داشتن کار میکردن. ما این پیام رو بارها از داخل ایران به دوستانمون دادیم در خارج از ایران، دست همتون درد نکنه، ممنون تلاشاتون، ولی این انرژی، وقت و زمانی که شما دارید هزینه میکنید ارزشمنده، واقعا برای ما ارزشمنده، باید در این شرایط بهترین نتیجه رو بگیریم. پس در مورد حداقل پناه جویان که الان به عنوان بازوهای مبارزه بچه‌های داخل کشور دارن فعالیت میکنن، این کارها ساماندهی نشده، برنامه ریزی نشده، باید یک نهاد مشخص و متمرکز باشه که این کارها رو انجام بده و بر اساس اولویت این کارها انجام بشه. این کار هم از داخل ایران توسط حقوقدانایی انجام بشه که دسترسی به پرونده دارن. میزان آسیبی که هر کسی امکان داره با اینجا موندن بهش وارد بشه رو بسنجن. یه کسی میبینید 3 سال حبس داره ولی امکان داره اگه در شرایط قرار بگیری دیپورت بشی یا اینجا بمونی، یه دفعه جان 50 نفر رو به خطر بندازه. ما آدم داشتیم که مثلا با 3 ماه که امکان داشته برای یه تبلیغ علیه نظام داشته باشه، در عرض 1 ماه رفته. ولی انسانی مثل همین خانم فاطمه باوند و بچهش چندین سال اونجا نگه برمیگشتن در معرض خطر اعدام بودن. من میخوام این رو بگم، این اشتباه رو نکنید که فکر کنید جمهوری اسلامی خیلی براش مهمه پوران ناظمی، خانم باوند یا هر کسی رو ببره زندان. نه، براش هزینه داره، هزینه مالی داره، نمیدونم خیلی مسائل رو، اما این کارا رو میکنه. از همین روزنه هایی که ما خطا میکنیم و اشتباه میکنیم استفاده میکنه تا مثل بقیه کارها این پیام رو به جامعه بده که من قدرتم خیلی زیاده، من همه شما رو دارم کنترل میکنم، رصد میکنم، اگر هر زمانی بخوام هر کاری رو با شما بکنم این امکان رو دارم. اما واقعیت اینه که نداره، نه قدرتش رو داره، نه ابزارش رو داره برای کنترل ما.
اون از ضعفای ما استفاده میکنه تا این پیام رو به جامعه بده که مردم بترسن، بگن ما هر جایی هم بریم اگر مقابل اینا بیستیم، حتی اگر کسی مثل فاطمه باشیم که با اون شهامت بیاد با اسم خودش علیه اینها، علیه بزرگترین کشتار خیابانی ایران شهادت بده، کسی ما رو حمایت نمیکنه، امکان داره ما نتونیم به جای امن برسیم و برگردونن این بلا رو سر اون بیارن. بسیاری پیش اومده اصلا زندان کسانی رو برگردوندن از پناهجویان که خیلی مثلا کار شاخصی رو هم انجام نداده بودن که بگیم باعث ترس میشه، اما این کار رو میکنن. یک، برای اینکه اعتماد ما رو به هم دیگه کم میکنن، برای اینکه تلاش های حقوق بشری رو که اکثر کسا دارن میکنن کم رنگ جلوه بدن، این پیام رو بدن که ببینید استثناء، تبعیض، بی عدالتی در میان خود اینها هم هست، بی برنامگی در مقابل در میان خود مخالفان جمهوری اسلامی هم هست و قدرت ما خیلی زیاده و این بدترین چیه، برای اینکه ناامیدی رو در مسیر مبارزه ایجاد میکنه، برای اینکه مردم وقتی میخوان بیان تو خیابون به بچه‌شون میگن حواست باش، داری میری، اگه اینجا زندان نری، بخوای حتی جونت در خطر باشه بری، کسی اونطوری شاید نتونه ازت حمایت بکنه و این خیلی بده. من تقاضایی که دارم، خواهش میکنم از همگی که بعد از سالها که اینقدر گفتیم این کار رو انجام بدین، به تعدادی از وکلای حقوق بشر داخل ایران اعتماد بکنید، بذارید راستی آزمایی بشه، اعتبار سنجی بشه و بر اساس اولویت ها این افراد رو ببرید. همه حقشونه از این جهنم دره، اگر انتخاب میکنن که برن، برن و بهشون انسانی کمک بشه، ولی بر اساس اولویت. خانم ناظمی، بعضی در امریکا میپرسن که آیا واقعا اعتراضات در ایران خاموش شده؟ تصویری که شما دارید چه هست و وضعیت در زندان ها چطوره؟ خب اولا که من از طرف من این دوستانتون بگید که چرا یه همچین فکری میکنن، جنگ در خیابانهای ایران هر روز جریان داره، اما ببینید چجوری بگم، بعضی وقتا صداش میرسه شما فکر کنید که چندین هزار نفر هر روز دارن برای این پوشش اختیاری بدون حجاب میرن تو خیابون، ولی مگه چند نفر اینا دستگیر میشن و بازداشت میشن؟ خب این یک جنگ درست نابرابر هست، ولی جریان داره، شما همون جریان زندانیان رو دارید میگید. ببینید اینی که یک زندانی با اون همه فشاری که روشه، با اون همه مشکلاتی که داره، باز هم در زندان دست از اعتراض بر نداره، از مقاومت بر نداره، از مبارزه بر نداره، این آیا جز این معنی رو میده که مردم به آگاهی خیلی عمیقی رسیدن و تصمیم قطعی خودشون رو برای تغییر گرفتن؟ حتی در زندان هم دارن به مبارزه ادامه میدن. جنگ ما ادامه داره، اما همینطوری که قبلا هم گفتن گاهی یه لشکر مجبور میشه عقب نشینی کنه، بشینه بررسی بیشتری بکنه. شاید الان ما در همون دوره نهفته هستیم، ولی پیشگامانمون، نخبگانمون، اینها همه دارن مبارزه میکنن، خیلی انسان ها دارن مبارزه میکنن. شما همین خانم آرزوی بدری رو فکر میکردید که مثلا یه همچین کسانی هم باشن؟ همین چند روز پیش در شهر خود من کرمان دوستانی برای من فیلمایی فرستادن که در خیابون چقدر مورد شکنجه واقع شدن، کجاها اینا رو بردن، چه آزارهایی رو دادن، که امیدوارم من بتونم بدم بهتون برای هفته آینده در برنامه‌تون پخش کنید. اما دلیلش اینه که رسانه ندارن. فرق شهرستان‌ها با تهران همینه. ببینید زندان اوین اولا که ویترین حقوق بشر جمهوری اسلامی هست، دوما در مرکز زندان مرکزی هست، افراد شاخصی هستن، فعالین سابقه داری هستن. خب اینها در طول زمان یاد گرفتن که چجوری از ابزار و امکانات استفاده بکنن، چجوری صداشون رو برسونن، ولی صدای خیلی از زندانیان ما نمیرسه. من همین پریروز با خانواده فاطمه سپهری، حالا اسمم ببرم اشکال نداره، داشتم صحبت میکردم. شما فکر کنیم فاطمه تو چه فشارهایی هست، ناهید شیربیشه، خب اینا دو تا شهرستان هستن، افراد شاخصی هم هستن، ولی شما چند بار مثلا یک ویس از ناهید شنیدید؟ چند بار از فاطمه شنیدی؟ به خاطر که ابزار امکانات نیست اونجا، به هر حال شرایط خیلی متفاوت هست، ولی این جنگ ادامه داره و انشالله به زودی هم پیروزی میرسه. خانم پوران ناظمی، کنشگر حقوق بشر و فعال حقوق زنان، سپاسگزارم از شما.